سلام به همه دوستان خوب چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ماه می 2021 من در ویدیوی دیشب اشاره کوتاهی کردم به اظهار نظر بسیار عجیب یکی از مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که گفته ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی آزاده به شرطی که در همون کشورها تولید نشده باشه ماجرا برمیگرده به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه ای که در اونجا گفتش که من به مسئولان دولتی گفتم و اینجا هم دارم اعلام میکنم ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه قبلش هم یه سال کرده بود که آمریکایی ها دنبال توطه حتی ژنتیک ممکنه باشن بخوان اطلاعات جمع کنن ممکنه ویروس ویژه میخوان تولید کنن به هر حال اینها رو به همدیگه ربط داده بود و ورود واکسن رو ممنوع کرده بود خب مشخصه وقتی که خامنه این حرف میزنه به صورت رسمی هیچکس نمیتونه واکسن رو وارد کنه چند وقتی پیش من یک صحبت کوتاهی کردم و گفتم که این در واقع خامنه ای داره کمک میکنه به سپاه همون کسانی که احمدی نژاد با اولین بار لقب برادران قاچاقچی سپاه بهشون داد و روحانی هم بهشون دولت تفنگدار زورگو میگه قبل هم در دوره اصلاحات رئیس مجلس وقت گفت از 80 اسکله غیرقانونی که سپاه استفاده میکنه برای قاچاقچه واردات چه صادرات و بعد صحبت های دیگه شده حالا دیگه روز به روزم گسترده تر شده و رسما وارد کارهای پولشویی و خلاف شدن اینکه سپاه قدس معاونت اقتصادی داره مشخصا نشون میده که اینها در قالب حالا بعضی از فعالیت ها کارهای اقتصادی کثیف هم انجام میدن خب این که خامنه مخالفت کرد من نظرم رو گفته بودم که این در واقع از ورود قانونیش میخواد جلوگیری کنه برای اینکه دست سپاه رو برای قاچاق باز بگذره حدود دو هفته یا سه هفته پیش سری کلیپ های ویدئویی پخش شد که نشون میداد در اصفهان محموله واکسن فایزر دیده شده خب من فکر می‌کنم این زمینه سازی بود برای اینکه ذهن مردم رو آماده کنن برای حضور واکسن فایزر یا به طور کلی واکسن آمریکایی و انگلیسی در بازار تا دیروز که یکی از مقامات وزارت بهداشت رسما اعلام کرد آقای رئیسی رسما اعلام کرده که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی توسط بخش خصوصی آزاده خب این حرف دو جنبه داره یکی اینکه دیگه از این ورود حضور و وجود واکسن های آمریکایی و انگلیسی در بازار رو عادی جلوه بدن مردم شک نکنن فکر نکنن تقلبی بدن نه واقعا وجود داره و ثانیا گفته بخش خصوصی وارد کنه برای اینکه مسئولیتش حکومت نپذیره ببینید این حرف قبلا گفته شده بارها هم باید گفته بشه در هیچ جای دنیا یک موضوع اینطوری که به سلامت و امنیت جانی جهانی بستگی داره اینطور نیست که فقط بگیم یک کشور مسئول خودشه این موضوع کرونا یک موضوع جهانیه و هر نوع بیدقتی یا هر نوع خیانت یا جنایتی که در این زمینه انجام بشه کل دنیا رو به خطر میندازه به همین جهت همه دنیا حتی در کاپیتالیستری که در سر... کشوری کشورهایی که رسما از طریق داری و کاپیتالیسم اداره میشن موضوع واکسن رو از دست دولت خارج نکردن دولت کنترل میکنه در اینجا وزارت بهداشت حالا یا بخش های مسئول بهداشت که وابسته به دولت های محلی یا دولت های ایالتی یا دولت یا دولت فدرال هستن انجام میدن و جاهای دیگه دنیا همینطوره و موفق هم بودن یعنی در اینجا بیش از حدود 60 درصد مردم آمریکا تا به حال واکسینه شدن در کشورهای مثل انگلیس که چند ماه پیش واقعا فاجعه بود بعضی از روزها تونستن آمار طرفات رو به صفر رسن به دلیل اینکه دولت کاملا مسلط بود در بسیاری از کشورهای دیگه هم همینطور است ولی اینها با اعلام اینکه بخش خصوصی میتونه کار انجام بده اولا راه رو باز گذاشتن برای اینکه عوامل خودشون این کار انجام بدن و ثانیا مسئولیتی نپذیرن اگه یعنی در بازار همون که الان وجود داره همین الان هم باز یک کلیپ ویدئویی پخش شده که یه آقای رفته در بازار رسما مصاحبه میکنه و میگن هر دوز واکسن فایزر رو 20 تا 30 میلیون تومان می‌فروشن یعنی هر نفر اگر بخواد دو تا دو دوزش رو بخره باید حدود 40 تا 60 میلیون پول بده خب با این اعلامی که میگن که بخش خصوصی میتونه وارد بکنه پیشا پیش مسئولیت رو از دولت سلب می‌کنن اگرچه این آقایون کسانی هستن که ادعا دارن که همه چیز رو حتی در خارج از مرزهای ایران کنترل من معتقدم این حرفی که زدن باز نشانه دیگر از این که حرفایی که ظریف زد درست بود یعنی اون میدان که ظریف میگو بر دیپلماسی حاکمه الان بر وزارت بهداشت درمان حاکم شده به عبارت دیگه این آقای رئیسی با دستور اومده این حرف رو زده بهش ابلاغ کردن که باید بری بگی ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی آزاده به شرطی که در خود آمریکا و انگلیس تولید نشده باشه حالا کین رو هم احراز میکنه خدا میدونه یعنی به شما وقتی که واکسنی مثلا لامپ اوسرام وقتی که به یک کشوری صادر میشه این کارخونه اوسرام در کارخونه در کشور متفاوتی کارخونه داره به خاطر ارزان بودن برق ارزان بودن کارگر ارزان بودن زمین اما تحت لایسنس و تحت کنترل دولت آلمان و کارخونه آس، اسرام آلمان ندارد کارخونه اسرام آلمان تولید میشه و به همین جد یه کس نمیپرسه این محصول در کدام کارخانه اسرام تولید شده میگن محصول اسرامه فیلیپس همینطور کشور کارخانه بزرگی دیگه خودروسازی ها بسیار از خودروسازی آمریکایی در کشورهای ارزان تر تولید میکنن و خودروسازی کشور دیگه این که وقتی میگن آزاده دیگه کسی نمیره بپرسه که حالا این محموله خاص که ما در کدام کشور تولید شده ممکن است از خود آمریکا بید. اما به هر حال این بعد از اینکه خامنه ای گفته ممنوعه، ممنوعیت رو برداشتن به این طریق و میگم مطمئن من مطمئن هستم که با دستور از همون میدان که ظریف میگه بر دیپلماسی مستقره ها رو بر وزارت بهداشت هم مسلطه و دستور دارن که بیاد آدم بگه که تو عادی سازی بشه یعنی وجود اولا وجود این واکسن در بازار عادی سازی بشه و مردم بپذیرن کسی فکر نکنه تقلبیه این محموله قاچاق بزرگی که قرار است ها بیارن و شاید هم تا حالا اووردن و قرار آزاد توزیع کنن پول کلانی به جیب بزنن این برای مردم عادی باشه مردم تعجب نکنن و کسی فکر نکنه ممکنه تقلبی باشه و کسی هم سوال نکنه که حالا پس چطور شد اومد رسما دارن اعلام میکنن و من یقین دارم ببینید در شرایط فعلی بخش خصوصی وقتی شما حالا خواهید دیر از دو سه روز دیگه و شاید از همین حالا کم که میگم یک ویدئویی پخش شده که نشون واکسن در بازار وجود داره در حالی که تازه دیروز معاون وزیر بهداشت سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که ورود آزاده به شرطی که از کشور دیگه بیاد سریعترین ثبت سفارش از زمانی که ثبت سفارش میدن تا کالا رو میخرن تا وارد میکنن به خصوص مثل موضوع واکسن کرونا که بسیار از کشورها و شرکتها در نوبت طولانی هستن اینکه دیروز طرف گفته و همون دیروز هم تو بازار با وجود داشته نشون میده که فقط بحث عادی سازیه و از قبل کاراشون کردن و مطمئنا در همچین شرایطی یک آدم عادی نمیتونه از قبل از تصمیم حکومت مطلع باشه و رفته باشه و اوورده باشه این فقط من معتقدم که برای این بوده که مردم باور کنن مردم با تردید برخورد نکنن فکر نکنم ممکن واکسن قله باشه و نخرن مردم رو توجیه میکنن که واکسن اصلی خریداری بشه و منتها نکته مهمش اینه که ظاهرا برادران فعال در میدان که یه موقع قرار در سوریه باشن به قول خودشون برن اونجا با داعش بجنگن که داعش به مرزهای داخل نیاد و کار به جای رسید که به قول ظریف بر کل دیپلماسی خارج خارجی کشور مسلط شدن الان برادران میدان بر ناصر هم قرار در ناصر خسرو هم قرار حضور پیدا کنن حالا دیگه قرار خارج مرز باشن اما فعلا رسن در داخل مرز و در ناصر خسرو قرار فعال باشن من یقین دارم ببینید اگر این قاچاق یک کمچین کالای حساسی که با جان مردم سر کار داره توسط یک بخش خصوصی متخلف انجام شده بود این آقای خبرنگار انصاف نیوز که خودش هم وابسته به حکومت نمیتونست بره گزارش بکنه حالا اون یه وابستگی خاصی داره به بعضی بیشتر به اصلاح طلبان نزدیکه قطعا جلوش رو میگرفتن این مطمئنا این کالا از قبل وارد شده هماهنگ هم شده دو هفته قبل برای عادی سازیش برای اینکه در واقع یه مقدار ذهنا آماده بشه اومدن یه فیلمی پخش کردن که در یک مرکز در اسفهان بسته های فایزر فیلم برداری شده و نشون دادن و حتی اسم شرکت وارد کردن هم روش بود که حالا کسی هم نپرسید که با توجه به ممنوعیتی که توسط رهبر اعلام شده چطور تونستن وارد کردن اما نکته مهم که میخوام عرض کنم اینه که این میدان روز به روز داره حوزه فعالیتش گسترده تر میشه اگر قبلا مخفیانه پولشویی میکردن اگر قبلا مخفیانه میرفتن مؤسسات مالی درست میکردن و 35 و هزار میلیارد تومان پول مردم رو میخوردن و بعد حسن روحانی بی وجود و بی جربزه با دستور خامنه از بودجه عمومی دولت پولش رو پرداخت میکرد امروز دیگه علنی دارن کار میکنن یعنی دیگه نیازی به مخفیکاری کاری نمیبینن فعال شدن من یقین دارم این اصلا تردیدی ندارم اینکه که بازی که از اول طراحی شده خامنه اول بگه ممنوعه بعد بیان میگن حالا بخش خصوصی میتونه وارد کنه به شرطی که یعنی ببینید حتی مرحله شو به نظرم یه مرحله جلوتر اومدن اول اعلام کردن که بخش خصوصی میتونه واکسن وارد بکنه بدون که اعلام کنن بخش خصوصی میتونه واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد کنه حالا در مرحله سوم برای اینکه اون قاچاق رو زمینه فعالیتش رو عادی تر بکنن و حتی قانونی تر بکنن کار غیر قانونی و خیانتکارانه سپاه رو حالا مرحله سوم میگن که اول گفتن ممنوع بعد گفتن بخش خصوصی میتونه وارد کنه به طور عام حالا میگن بخش خصوصی میتونه واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد بکنه عملا این نشون داده میشه که بنای حکومت برای اینه که در همه عرصه ها اختیار رو دست سپاهی بده که هم به قول روحانی دولت تفنگدار هستن زورشون میرسه هیچ کس هم قدرت مقابله باشون نداره یعنی هیچ نیروی مرزی هیچ نیروی گمرکی نمیتونه جلو کارشون رو بگیره اگر حتی به طور اتفاقی یک محمولشون جایی ضبط بشه هیچ دادگاهی جرأت محکوم کردنشون رو نداره حتی اگه محکوم کنه اینا میرن در میرن. من خودم با توجه به که با سازمان های وابسته به گمرک کار کردم از سال های خیلی قبل نیروهای مسلح میرفتن از داخل گمرک نیرو... های ضبط شده میوردن بیرون یا وقتی که محموله متعلق به افراد خودشون بود محموله قاچاق بسیار بزرگ رو با حکم حاکم شهر از گمرک به حکم به گمرک ابلاغ کرد باید ترخیص بشه آقای موسی قربانی نامی هست که چند سال هم نماینده مجلس بود از نمایندگان راستگرای مجلس حاکم شهر سیستان و بود چند پرونده من خودم باش درگیر بودم که کالایی که به عنوان قاچاق ضبط شده بود چند قایق قایق بزرگ در واقع تجاری پارچه از یه نفر گرفتن به قاچاق بعد با حکم آقای موسا قربانی از گمرک گمرک رو موظف کردن حتی بدون پرداخت و حقوق عوارض گمرکی پارچه رو به اون قاچاقچی پس بدن خب این از یک طرف موضوعی که حوزه فعالیت سپاه حتی به در جایی که حوزه فعالیت قاچاق سپاه در جایی که با جان مردم سر کار داره عملی شده و از طرفی دارن انقدر عادی سازی میکنن که دیگه کسی سوال نکنه این الان به نظر من دیگه در داخل کشور این سوال سوال مسخره ای که بپرسیم سپاه میخواد کودتا کنه کودتا علیه کی علیه چی دیگه سپاه که از میدانش امروز داره تمام گستره های مدیریتی کشور رو دربر میگیره و امروز به حتی واکسن رسیده که بازم تکرار میکنم اعلام میکنن بخش خصوصی ولی کی باور میکنه که تازه دیروز اعلام کردن و همون دیروز تو بازار هم وجود داشته این فقط میتونه یک نهاد قدرتمند حکومتی باشه حکومتی سپاه که بدونه که وظیفه داشته باشه در سالهای گذشته رفته به قول خودش با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده قاچاقچی دستگیر کرده کسانی که فعالیت اقتصادی دارن دستگیر کرده چطور میشه که مثلا یک گروهی بتونه قبل از اینکه ورود واکسن بخش فای انگلیسی و آمریکایی آزاد شده باشه اینا بیارن جز اینکه تحت کنترل خودشون یعنی اگر حتی ببینید وضعیت رابطه دولت با سپاه الان به طوریه که دولت با سپاه با قوه قضاییه سپاه با مجلس سپاه با دولت سپاه با نهادهای اداری کشور طوریه که اگر تحت کنترل سپاه نباشه حتی اگر دولت مجوز بده اینا میرن میگن با توجه اینکه آقا فرمودن ورود ممنوع جلوشو میگیرن اینطور که حالا چون وزارت بهداشت دولت روحانی اعلام کرده که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی آزاده اینا دست رو دست بزنن و سکوت کنند. جز در موردی که خودشون درگیر باشن و خودشون منفعت داشته باشن یقین بدونید حتی اگر مصوب مجلس رو اساس قوه دولت و همان بود اینا موافقت نمی‌کردن این نشون میده که این هماهنگی انجام شده و در این عرصه هم قراره که هم با جان مردم داره بازی میشه و هم وقتی واکسنی که قرار بود مجانی توزیشه با قیمت 20 تا 30 میلیون فروش بره ببینید چه پول کلانی به جیب یعنی از بورس پول مردم رو بالا کشتن سیر نشدن در مؤسسات مالی پول مردم رو بالا کشتن سیر نشدن در بسیاری از خودروسازی ها سهامدار اصلی سپاهه پیش فروش های کلانی که کردن و به خودرو رو بعد هم باز با قیمت های مضاعف مردم دارن سیر نشدن الان در عرصه واکسن که یک موضوعیه که همه مردم باش درگیرن و شاید خیلی از افراد حاضر باشن تمام اموالشون رو بفروشن طلای زنشون رو بفروشن ماشین بفروشن و حتی خونه بفروشن اگر ببینن ناچارن و واکسن بگیرن و تزریق بکنن در این عرصه دارن وارد میشن که پول کلان به جیب بزنن ببینید من فکر میکنم حتی حتی در این زمینه با روس ها هم با توجه به روابط ویژه‌ای که سپاه داره هماهنگ کردن بارها اعلام کردن که با روسیه قرارداد بسته شده که مثلا قرار بود تا پایان سال 1399 4 و 7 میلیون دوز واکسن از طریق روسیه وارد شه تا پایان سال کمتر از 1.2 میلیون تا وارد شد بعد گفتن قرار پروژه مشترک تولید واکسن روسی در ایران اجرا بشه تا امروز میگن انجام نشده خب احتمالا حالا سهم روس ها رو میگیرن خب روس ها میخواستن مثلا واکسن بفروشن یه پولی به جیب بزنن الان از این طریق میتونن دهها برابر با توجه به وابستگی غیر قابل انکار و مزدوری بخشی از سپاه نسبت به روسیه هیچ بعید نیست بخشی از این پولی هم که میگیرن که چندین برابر اون پولی که اگر قرار بود روسیه از طریق تجارت منطقی و تجارت رسمی فروش واکسن به جیب بزنه الان از این طریق به جیب بزنه. پول دیگه الان بحث صدها هزار میلیارد یعنی ببینید وقتی میگن 20 تا 30 میلیون تومان واکسن فروش میره اگر یک میلیون مثلا واکسن وارد بکنن یعنی 20 هزار میلیارد تومن فقط یک رقمش اگه بگیم 20 میلیون تومان اگه 10 میلیون باشه میشه 200 هزار میلیارد تومن که اگر قرار باشه کل ایرانی ها واکسینه بشن و حالا با توجه به اینکه بینم اشاره میکنم تردید های نسبت به واکسن ایرانی هم شده خب همه اقبال میکنن به واکسن خارجی و طبیعتا وقتی واکسن خارجی باشه در مقایسه واکسن فایزر و مدرنا با واکسن روسی و چینی خیلی میرن واکسن آمریکایی و انگلیسی میخرن خب اگر قرار باشه میلیون ایرانی فقط نصفشون از این واکسن ها استفاده کنن هر چهل میلیون نفر هر کن باید دو تا دوز بزنن یعنی 80 میلیون شما 80 میلیون رو در 20 میلیون ضرب کنیم چقدر میشه یعنی هیچ در حدود 80 میلیون ضرب در 20 20 میلیون تومان مثل که مثلا کنم 16 هزار میلیارد تومان 160 هزار میلیارد تومان من دقیقا حساب نکردم میتونید حساب کنید شما حساب کنید 80 میلیون 20 میلیون تومان 80 میلیون 20 میلیون تومان خب میشه 80 میلیون 20 میلیون و حساب کنید من الان متاسفانه تو ذهن نمیتونم تو ذهن حساب کنم ولی به هر حال با این وضعیتی که هست یعنی 80 هزار تا 20 میلیارد تومن یعنی یه چیز در حدود اصلا را... عدلش برای قابل محاسبه نیست به هر حال ببینید تو این کار میگم این حد حداقلی که سود حالا تازه میگن 30 میلیون و یقینا هرچی بریم بریم جلوتر این رقم بالاتر خواهد رفت و سوء استفاده بیشتر خواهد شد پس حتی این که روس ها واکسن رو تحویل ندادن الان دیگه به نظر میرسه که هماهنگی با توجه به مزدوری و عاملیتی که سپاهی ها با روسیه دارن به نظر میرسه که این کار حساب شده است برای اینکه بتونن ورود کار خودشون رو انجام بدن و از محل این واکسن سود کلان بیجی ببرن و سهم روس ها رو بدن از من برای اینکه گفتم حساب بکنم اگر چهل میلیون 20 میلیون تومان میگم رقم چقدر میشه میشه 800 یک دوز صد هزار میلیارد تومن هشتصد هزار میلیارد تومن اگر قرار باشه که چهل میلیون واکسن به قیمت 20 میلیون تومن شما فرض کنید که بخشی از این هم سهم واسطه ها باشه نصفش اصلا سهم واسطه ها باشه بازم 400 هزار میلیارد تومن دقت کنید 400 هزار میلیارد تومان در این یک کار به جیب میزنن و حتما سهم روس ها رو میدن به همین جهت روس ها هم, هم خلفه وعده کردن هم در ساخت واکسن در ساخت مشترک و هم در ارسال خب این نشانه اینه که کسانی که اگر هیچ سندی بر درست بودن حرف ظریف که اونم حالا ظریف من اثر دلسوزی بر مردم ایران نمیرم حالا تو دعوای حکومتی یا به هر حال بر دستوری که بشترن بر برای اینکه من توضیح دارم قبلا دیگه توضیح قبل نمیدم که حالا یه جورایی از روسیه دارن حکومت بخشش داره فاصله میگیره تو دعوای داخل حکومت اون بخشی که میخواسته فاصله بگیره و به نظر من با خامنه هم هماهنگن و میخواستن به غرب نزدیک بشن لو دادن ولی به هر حال حالا با هر نیتی که ظریف لو داد الان این موضوع نشون داد که واقعیت داره که سپاه مزدوری روسیه رو انجام میداده و روسیه مسلط بر اینا بر اون میدانی که اینا بهش افتخار میکنن و اون کسی که در واقع با جان ملت ایران بازی میکرده از طریق ارسال تجهیزات نظامی و نیرو نظامی با هواپیمای مسافری اون کسی که خودش و همکارانش مسئول سقوط هواپیما اوکران بودن اون رو اسمش مرد میدان میگذارن اگه میخوایید می حالا مرد میدان ارزشش به میدانشه میدان اینه میدان جایی که با جان و مال و اعتبار مردم و کشور بازی میکنن جایی که با سلامت مردم بازی میکنن جایی که با چیزی که در تمام دنیا دیگه امروز حل شده است مسئله واکسن اینها با جان مردم بازی اول میان یک نمایش مسخره مشمعز کننده خامنه ای را میدازه که میگه ورود واکسن ممنوعه بعد میان میگن حالا بر... بخش خصوصی میتونه واکسن وارد کنه و در مرحله آخر میگن که بخش خصوصی میتونه هم واکسن هم که خامنه ای ممنوع کرد وارد کنه به هر حال اون کسانی که به اون, آ... اون آدمی که از نظر من یک قاتل ملت ایران میگن مرد میدان این میدان مرد بودنش هم خیلی افتخار نداره ای کسی مرد این میدان باشه در واقع بزرگترین نامرده و کسانی هم که به اون مرد میدان افتخار میکنن نامردهای بیشتر نیستن خب من در این مورد واقعا نمیتونم بگم مردم واکسن رو نخرن چون با جان مردم مردم با سلامتشون بس و نیست ولی بدونید که از نیاز شما چه استفاده میکنن بدونید از استیصال مردم از ناچاری مردم این حکومت چه سوء استفاده های کثیفی میکنه اگر کسانی که هنوز تردید دارن در ضدیت این حکومت با مردم اگر کسانی هنوز فکر میکنن حکومت قابل اصلاح ببینید روند حکومت او. در یک موضوعی که اینقدر با تک جان نه تنها ایرانیان من اول صحبت گفتم موضوع کرونا یک زنجیره جهانیه هر نوع خیانت در این موضوع هر نوع دخالت غیر علمی در این موضوع هر نوع ایجاد وقفه در واکسیناسیون مردم یک جنایت جهانیه حالا در مورد ملت ایران که به صورت خاص داره اعمال میشه کسانی که فکر من حکومت قابل اصلاحه ببینید روند اصلاح حکومت ها در همین سال که گفتید اصلاح به کجا رفتیم در موضوع کرونا که یک موضوع واضحه ببینید حکومت که شما به اصلاحش دل داره چه میکنه و آخرین نکته که خیلی جالبه شاید بد نباشه بدونید کسانی که الان ماهاست بحث تولید واکسن ایرانی مطرحه جالبه که همزمان با فعال شدن قاچاقچیان سپاه برای ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی یک سری از پزشکان هم نامه نوشتن و در کارآمدی واکسن ایرانی تردید کردن من اصلا نمیخوام بگم واکسن ایرانی خوبه یا بده اما اینکه تا حالا سکوت کردن و حالا درست همزمان با تلاش میدان برای حضور فعال در ناصر خسرو و عرضه قاچاق واکسن های آمریکایی و انگلیسی اینا میگن واکسن ایرانی ناکارآمده این هم نشون دهنده که میدان حتی متاسفانه بر بخش از پزشکان ایران هم حاکم شده و اون چیزی از دهان اینها خارج میشه که خواسته قلبی و منافع و سوء استفاده برای میدان حاکمه میدانی که جان مردم ایران رو از سوریه و لبنان و یمن و بحرین و امروز تا ناصر خسرو به خطر میندازه این هم همدستی متاسفانه دارم میگم من بحث کارشناسی اینها رو زیر سوال نمیبرم اما چرا امروز یادشون افتاده که واکسن ایرانی ناکارآمده، تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش بخش کرد از پزشکانی که اعلام کردن که واکسن ایرانی ناکار آمده. اگرچه روندهای سابق هم قابل اعتماد نبود ولی به هر حال اینکه درست همزمان در ف... ببین در فاصله یک فاصله دو سه روزه گزارش پخش میشه که واکسن فایزر و مدرنا در بازار ناصر خسرو وجود داره وزارت بهداشت اعلام میکنه که بخش خصوصی میتونه واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد کنه و یک سری پزشک هم میان میگن واکسن ایرانی خطرناکه و یا حداقل کارآمدی نداره اینها رو کنار هم بگذارید خودتون به بهترین تحلیل میرسید نیازی نیست که من براتون تحلیل بکنم موفق باشید